چینار چون کی مو کی سیشو مناومنی مثلا ای به معنی از کی یا مثلا د 19م شوی قدر است من نزول قران کی بودا یا مثلا مگی 21م بودا در مطابق بعضی روایات یا مثلا فرض کو چیه 23م معمولنګ 19م احتمال شي کم زرات 21م کدا کم تر و 21م احتمال شي کی شب قدر بودا بشه از 23م کدا کم تر ان شو احتمال خیلی زیاد شب قدر است امیرنګم د بعضی روایاتم 27م ماه رمضان حساب شده یعنی حتی که اعمالم بریشی بیان شده که 27م امکان داره شب قدر بشه لذا بعضی بزرگا بریزی که شب قدر را درک کنه و از دید چینره و زایا نشنه چون اهمیت خیلی زیاد داره کل سال را بیدار مومنده بوده که اتمن منی پوری سال یک روز خوب بوده و شو یک شو خوب شو بوده که نزول قرآن منیشی انجام شده بوده توخین عزیزان گرامی ماه ماه مبارک است ماه دعا ماه عبادت ماه مهمانی خدا مکم از شروع استارت را میگرم این ماه مبارکی اگر بخی برش کو گب بگی واقعا کلو گب است که آدم دوباره فضیلت چی بخی بیان کنه بیانم شده ازی پیشم اوائلی ماه مبارکم شاید خیلی منبرا بعضی دوستا بیان کده بشه واقعا خیلی اهمیت زیاد داره اما این برخورد که مو کدی ماه مبارک رمضان منی که زودشی بیزار است و کوشش منی که هر چی زودتر تیر شونه به خاطر جهل است به خاطر عدم معرفت است به خاطر عدم شناخت ماه مبارک رمضان است تو که امام سجاد علیه الصلاه والسلام ظاهرن د صحیفه سجادیه یم الهی الهمنی اجلاله خدایا بری از ما الهام کو دبنی قلب از ما الهام کو اجلال ماه مبارک رمضان را عظمت ماه مبارک رمضان را الهام کده مر بفهمندنو در حالی که تو خی نونا بهترین انداز مفهمیده بودن مثلا ماه مبارک رمضان را ما باوجود چی دیگم تشنیا مگه یا الهی الهمنی اجلاله خدایا الهام کو اجلال ماه مبارک رمضان را در قلب از ما اصلا میخواسته بوده که ما بشناسم ماه مبارک رمضان را چون اگر نشناسی او قدر و اهمیت شید اگر نشناسی شید او تر اهمیت بز نمیدی تو که جاهلانه بز برخورد مونی رفتار مونی و جاهلانه برخورد کدی از خیرات پس ممنه انسان ازو اهمیت ازو اهدافی که در پس پشتی ازی ماه مبارک رمضان اشته شده اون مصلحتا و خیراتی که اشته شده ازو بس پس ممنی تو نمیتنی اور درک کنی لذا معرفت چی لازمی است شناخت چی لازمی است لذا در یک روایت پیغمبر گرام اسلام مگه اگر واقعا مردم مفامید و خبر میداشت که ماه مبارک رمضان چی ماهیا حقیقت ماه مبارک رمضان را خبر میداشتن درک مکدن مفامیدن خدا نشی تقاضا مکد خدا نشی خواهش مکدن دل خو کی کاش ماه مبارک رمضان یک سال مو بود بجای یک ماه یک سال مو بود کجا مو از یک ماه شی بیزاری خود مو شاید بس تقاضا مکدی وقت کی کاش یک سال مو بود چرا چون کی شناخته بودی وقت مو شیرا حقیقت چیر اگر مفاهمیدی میشناختی چیر که واقعا چیا مثلا ما یک ویزا محسوس مثال شمور بیدم اگر امیتر یک وقت اتفاق بفته که در هر یک دوتا ماه بیا که از طرف حکومت پاکستان هر شو هر روز از اون ماه یک لگ روپه مثلا هر نفر را ملاو شده بورا یک دوتا ماه مثلا مقرر کن از طرف حکومت که هر روز چی یک لگ روپه ملاو مش آدم را امیتر ماه را شما امیتر ماه را تقاضایش نمونین که کاش مثلا فرض کمی سرنگم بود یک سال مو بود که هر مثلا 65 روز مور یک لک روپه ملاو مو شد که 365 دنه یک لکی ملاو مو شد چرا؟ چون اهمیت یک لک بریشون چیه؟ معلوم شده یا فهمیده اهمیت یک لک روپه را که چه چی قدر مشکلات خورتو میتنی حل کنی چه قدر قرضداری های خور میتنی ادا کنی چه چی ناجوری هایی که از دیستی بی پیسگی درو شیر برداشت کنی شیر میتنی علاج کنی چه مشکلاتی خانه خورا معاشره خورا مشکلاتی جوانهار تو میتنی که دیگر گروپه رفت کنی چون اهمیت شیر خبر داره چون فایده و افادیت شیر خبر داره لذا تو خواهش منی 100% که کشکی مثلا یک سال امیتر هر روز مثلا فرض کو یک گلا گروپ آدم رو ملاو مشد در حالی که واقعا اگر تو بخوای یک
ثانیه و یک سیکند ماه مبارک رمضان را کمپیت کنی که دی یک لگر پیه اصلا قابل کمپیت اجنیا قابل مقابل اجنیا یک لگر پیه جو ارزش و دیور ندرک یک سیکند ماه مبارک رمضان که او قدر خیر دست در او میرسه او خس خیر رو یک لگر پیه اصلا ندره امو قدر خیر که تو یک سیکند ماه مبارک رمضان تو میتن عطا کنه مثل که واقعا دو گفتم در خطبه شعبانیه پیغمبر گرامی اسلام چی گفت درباره ماه مبارک رمضان انفاسکم فیه تسبیح ماهی است او قدر بابرکت ماهی است که نفساتشم منیش تسبیح است تو تسبیح گرفتا چقدر ذکر مگی صد صد دفعه باید ذکرها را بگی سی صد دفعه باید ذکرها را بگی بعضی ذکرها هم ده هزار دفعه باید گفته شنه ده طولی یکو ماه مسنه ده طولی یکو روز چقدر خواری داره زحمت داره توجه ده کار داره یک کار باید کنی خلاصه باز تو یک چیز نصیب مشنه تثبیت شاید اون اخلاص هم منیشی بس بشه باید که تثبیت و تثبیت حساب شونه اگه اخلاص نباشه و تثبیت و تثبیت حساب نمشه یک زبان خود رو چکر ده رایی ده رو گفته رایی از ویچ فایده نداره اگر اخلاص نباشه منیشی اما ده اینجا درم ده انفاسکم فیه تثبیت ماه مبارک رمضان و ماهی که نفس هاشم خوش منیشی تثبیت نفسی که در او مکشی هر سانسی که کش منی هر کاربن دای اکسیجنی که کش منی و کاربن دای اکساید را اعلامی دی یک عبادت در او انجام میده تثبیت صاحب مشه در او فضیلت داره برکت داره یک چونی ماه را تو میتنی که دیک پیسه مثلا شیر مقابل دل جگن تو خیلی سیکین شی یعنی یک نفس کشیدو دیک سیکین فرض کو یک نفس کشیدو ده یک نفس کشیدو تو یک تسبیح میده خداوند متعال یک تسبیح مقبول یک تسبیح که از طرف خدا قبول شده باشه که دی لاکار و پیادم شیر نمیتنه بیخره ورا نمیتنی تو بیخری واقع نرزیش چی دینجی مو خبر نموشی دو دنیا فهمیده مشه لذا خیلی اهمیت داره ماه مبارک رمضان این رفتاری بیهیوی که مو که ماه مبارک رمضان مونی این بیهیو مچر است چون ده جهل است نشناخته ماه مبارک رمضان را این جلال شی را اما جلال و عظمت شی بره مو آشنا نیه مو کچی واقعا و ماه مبارک رمضان را بس توخین شما قرآن چی رنگ انتردوس منا ماه مبارک رمضان را قرآن خوچی کدی روزه شیر مگه انتردوس نمون آغای جواد نقوی مگه که در روزه شیرا انتردوس نمونه مگه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ماه مبارک رمضان که در میشه چیه نازل شده قرآن یعنی نزول قرآن چون در ماه مبارک رمضان قرار گرفته و مخصوصا بس در شب قدر و در شب 23 که احتمال چی زیاده قرآن نزول شی قرار گرفته و نزولش انجام شده لذا خاطر امزیت شب از خاطر امزیت کاری که منیز این ماه انجام شده این ماه با برکت شده این ماه با عظمت شده او قدر عظمت پیدا کرده که انفاس کم فیه تسبیح نفس هایشون تسبیح صاحب مشه نوم کم فیه عباده خوابی که یک عملی غافلانه یا یک عملی در خواب را معمولا مو خیال من یک آدم کاروباری اگر یک لحظه خواب را احساس مونه که ما از سرمایه خپت مندم خواب را مو معمولا به مثلا خواب را تعبیر مونه کدی زایا شدو تقریبا اما آدمین جمعه ماه مبارک رمضان را قرآن قدر فضیلت داده که بس در میز ماه مبارک رمضان نومکم فیه عباده خواب تو خوش یک مستقل عبادت حساب مشنه مثلا خواب تو عبادت قرار میده در حالی که دو دیگه تیم چی قدر باید زحمت ها بکشی که تا یک عبادت را انجام بدی و تو عبد نام تو اشته شونه یا تو بنده حساب شونی مثلا چی قدر خواری ده کار داره اما ده اینجا تو خواب مونی یک چیز را استراحت مونی داره رست مونی داره و امی رست کدوی تو خوچی عبادت حساب مشه چرا؟ در صدقه سر ماه مبارک رمضان و ماه مبارک رمضان یه عظمت رست کجا پیدا کده؟ از نزول قرآن پیدا کده ایم شو شو نزول قرآن است. لذا افضل ترین عمل دی شو نزدیک شده ده قرآن است از معارف قرآن استفاده کدو است و مدر که ده خدمت شما آیه کریمه ای که ده شروع بیس خما ارز کدوم که دعای حضرت ابراهیم علیه السلام است حضرت ابراهیم پیغمبر بزرگی خداوند متعال آفت دعای بزرگ از خداوند متعال می خواهی هفت حاجت از خدا می خواهی که اولنا حاجت چمی است که رب حبلی حکما هی رب و پروردگار از ما حبلی مر هدیه کو مر عطا کو مر بیدی حکما حکما یعنی حکمت حکمت را مر بیدی
شناخت و معرفت را مربدی حکمت چیا؟ حکمت مگل حکمت و ظلت المؤمن یک انسان مؤمن در طول زندگی با ایمانی ایمان خو و در طول زندگی ایمانی خو که دنبال یک چیز که باید باشه و او چیز را باید پیدا کنه و او گم شده شیستا و از گرش گم شده و از گرش پودشت شده و او باید بورا حاصل کنه و در ایت شوام و دنبال امزو باید باشی او چیا؟ الحکمه در روایت هم در الحکمت و ظلت المؤمن گمشده یک انسان مؤمن یک چیزی گمشده یک انسان مؤمن که انسان وقتی یک چیزی با ارزش و با اهمیت را گم کنه یک مادر اولاد خور وقتی گم کنه یک طفل شیزگیرش گم شونه چقدر بی سکون بی چین است یا مثلا یک کسی که عاشق امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف بشه با اللهم صلی اللہ علیہ وسلم عاشق واقعی آقا امام زمان بشه چقدر خدا پریشان بشه باید چقدر تشنه یا که شکزود پیدا کنه گم کده از گیرخو امام زمان را امام زمان را از گیرخو گم کده لذا یک انسانی که چشی گم شده خیلی پریشانه خیلی نگرانه اون که احمد و ارزش داشته بشه بریش یک چیز و علم بریز ما ارزش حیاتی داره حیاتی ارزش یعنی زندگی مو وابسته در علم است علم نباشه مو بفهم مرده ای انسانی که علم نداشته باشه به علم حرکت کنه مثل مرده مده زنده ها است بسیار وقت مو عبادت های مو یقین کو چرد درد مو نمخره یعنی پورا دین مو چرد درد از مو نمخره پورا ماه رمضان مایا ای قدر بابرکت ماه اما درد از مو نمخره مرا تبدیل نمیتنه شب قدر ده ای قدر عظمت و ده ای قدر گیرانی و ده ای قدر اهمیت و ارزش خو مایا از بری از ما تیر مشم مرا تبدیل نمونه بدلی نمونه مایم عمل را هم انجام میدم شب بیداری را هم منم قرآن شرم میخانم تمام عمل هایی که وارد شده دم نی شب قدر انجام میدم اما تبدیل نمونه صبحی شب قدر یک دور از مروب نمونه یک دور مروب دل جینا میتنه میشناسو موتر افراد را دیده موشا واقعا که صد در صد ما خبرم که شو قدر را تیر کده بدا اما یک نفر در بارش صحبت مونه که دو دا دانی روزه دانشیم روزه نزدیک افتار هم است و دو زده یک نفر در بارش یاد مونه یک نفر ذکر شیر مونه درو در حالی که تو غیبت چقدر بد گفته شده حرامه غیبت حرام است گوشت مرده با برادر خوردو یا ایحب احدکم ایاکل لحم اخیه میتا قرآن درو مگه خوش دری آیا خوش دری نگویشم که گوشت مرده برادر خوره بخرین یعنی غیبت به منزله گوشت مرده برادر خوردو یا یک قدر گناهی بد کلان است و در روایت هم دار غیبتو اشد من الزنا اما ما غیبت مونه کدی دو شدیدتر منشیر دیگه مثلا که دو خوشی فحاشی و دو خوشی یک گناه مستقل است برکت زبان انسان را مبرا ایمان انسان را زایل منه دو فوش اما افراد است ما شب قدر را تیر منه اعمال را هم انجام میده شب بیداری را منه زحمت هم میکشه بخوابی را برداشت منه صد رکت نمازها را میخانم ما کچی قاطی قدی صبحش دو هم میزنه چرا؟ چون معرفت نداره چون کت شناخت نیا کت علم و آگاهی نکد انجام نداده مثلا من عبادت شی من شب بیداری و شب قدر شی چیزی که کم بوده او از او علم بوده معرفت بوده همین حکمت بوده اما معرفت و حکمت رایی نداشته بوده تمام چیزایش پورا بوده اما حکمت شی نبوده حکمت که نباشه هیچ اهمیت هم نداره ثواب هم نداره ارزش هم نداره بلکه اگه ثواب هم داشته باشه چی بوشه ثواب برای رغبت است خالی عزیزان این بنی عبادت ها کی ثواب های که اشته شده اینا برای رغبت دتو یا این مو خوش نشتی برای از ثواب اگر کسی پشت ثواب فقط بشه بفهم نلغه یا خود خور نلغه جور کده او نادان جور کده بوده که گریزه را که آدم مگه اینی کار بچه نکو که ما تو رب چاکلیت بزن اگر نکدی چاکلیت میدم یا اینی کار کدی ما تو رب چاکلیت میدم او برای یک چاکلیت مورو کار رمونه اگر تو بای شب قدر فقط برای ثواب انجام بدی شب قدر را فقط برای ثواب شی باید شرکت کنی بفهم نلغه جور کده خود خورا مقصد شب قدر را فوت کده او چیزی که شب قدر مقصد شیست و او پاوری که شب قدر دارم پاور را تو بفهم زایا کده که خالی برای ثواب هم ده مثلا ششته مثلا یا عبادت ها انجام ده فقط برای ثواب چون که ثواب فقط برای رغبت دویا او از مو شما دی نافهما را از مو شما دی نادانا را فقط ثوابا گفته شده تا دا آرم زی ثوابی بایی خیر کثیر را بگره و از دست خونه دا مثلا در حقیقت ثواب هدف نیا ثواب تارگیت نیا تارگیت
انسان شدویا ٹارگٹ فارمیدویا ٹارگٹ ہونیا کہ تو بیا تبدیل شو ٹارگٹ ہے نہیں مثلا کہ شب قدر دبانی ثواب جمشن کشن کش بخرن بین دا مسجد دا خانه خدا دا عبادت گاها شب را تا صبح بیدار بشنو تمام را دا عبادتم تمام شب و صبح را دا عبادتم تیر کنی کہ چکار شنو یک تبدیلی منی تو بایا یک چینج منی تو بایا یک چینج یک وہ چینج مثلا عادت های مختلف مدرے جوانهای عزیز واقعا چی قدر عادت ها مدرے واقعا ما خود خورا والمگم چی عادت های زیشت و بدی معنی درم مثلا هستا یک دنیش رو کم سے کم ما بایم دمی شب قدر بدلی کنم نا اگر یک عادت ریزی از مر بد عادت مر بدلی تلجی نکن شب قدر یا یک عادت خوب را شب قدر منی من اندازه چی فایده زو شب قدر خالی ثواب را ما چی کنم اگر امو ددم شنا مر مثلا فرض کن در حال که واقعا بی معرفت اگر انجام شنا ور ثواب ددم شنا سب شطور بس زایا منی چون بی معرفت بودا اگر معرفت دنبال شنا بشی لذا بد دنبال معرفت بشی امزو آغای لیاقت بود ظاهرا نه آغای می دی منتظر بود دش پس نه شوای قدر بلشم بیان کت کی شیخ عباس قمی امو شیخ عباس قمی کی دمنه مفاتیح الجنان بری امزی شوای قدر شم سی شوای قدر شم اعمال مخصوصه درا اعمال مشترک شوای قدر را بلشم اوردو جم کدم نمزو مفاتیح الجنان دم نمزو مفاتیح الجنان ام ایرم بیان کده کی افضل ترینی عمل ها دی شوای قدر دیسکشن علمیه دسکشن علمی چیکار مونه شناخت انسان را بال مبرا معرفت انسان را بال مبرا معرفت تو کی بال رفت شناخت تو کی بال رفت او عبادت تو بس تر تو مخرا او صبح تو بس نه میلا مثلا یا گناه را تو انجام بدی یک روشنی بره تو جور مشنا همزو بودا حکمت ممو علم است حکمت البته درجش بس ظلم کدم بالتر استا حکمت ایک خوب تعریف واقعا ما بریش منجی قید کدا اردن مگه حکمت چیه حکمت معرفت ارزش هایا معرفت شناخت ویلیوز استا ابو ویلیوز و معیارها و کرائیتیریا هایی که انسان د وسیله از اونا دا ذریع از اون معیار و کرائیتیریا و دا ذریع از اون مثلا ارزش ها حق رمیتنه بشناسا حق رمیتنه پیدا کنه اون معرفت که دمی تمام معرفت انزو ارزش ها و معیارها را که شناختی که حق را دزرش میتنی پیدا کنی این می حکمت است و هیچ چیز را علم تو را تامونه مثلا علم هیچ چیز را تو میده اگر علم نباشه فایده ایج نداره واقعا ارزش علم ما در روایت ازی پیشم در خدمت عزیزان بیان کدوم واقعا ما بعضم ر بد نیه واقعا تذکر داده شنا امکان در بعض جوان ها انشته بشه که نشینیده ای حدیث را یک حدیث از امام صادق علیه السلام است که ازی پیشم بیان کدوم یک صلوات بخانی توخین انسان شور میده امام صادق علیه السلام موگا لست احب ان ارى الشاب منكم لفظ جوان رم ده کار برده توخین مشو وگه میخاین امام صادق پیش امام صادق ده قلب شی جای پیدا کین وقت ده قلب یک امام تو جای پیدا کدی کار تو درست مشه بس قلب امام صادق یعنی قلب امام زمان این حدیث را ده زمان شی امام صادق گفته اما بفهمیتم ده این زمان امی حدیث را درو امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف مقدرو صلى الله على محمد وعلى محمد وغجل الفرج وصلى الله مخرجا اموتك الندائي كي امام حسين عليه الصلاة والسلام ده زمان شي بري ياري دين وبري ديندار شدو وبري ياري وكومك الدين بلن كدبوت كي هل من ناس لن ينصرني اموتر كي اميتم او صدا واقعا امو صدا ايتم صدا امام زمان مستا امو صدا هل من ناس لن ينصرني واقعا صدای امام زمان بلنده در می معاشره از موی فساد هایی که است ای تو شونای اسلام گیره و یلغار بر اسلام آورده و اسلام را درو می خیاس استیستی نابود کنه یا مثلا من معاشره خود از مو او تر رسم و رواجا او تر مثلا فس کو عادت های فضول فضول را اپنا و کدر ای که روز دروز درو دین از مور کوکله کدر ای معاشره از مور درو کوکله کدر ای و دشمن را درو بر مسلط کدر ای صدای هل من ناصرین انصرنی امام زمان بلنده لازم نیت بشنوی مو فقط صدا را بشنوی و اگر نمیشنویم قصور گوشا از مویا خود مدن گوشا کد گناها و کد کردار و کد عمل های خود پنبار چقی کده و نبی خواهی بشنوی خود خورده نفهمی زده در نشیدنی خود مو خود خور زده نکی صدا امام وزه امام زمان بلنده هر جای ببینیم یک حکم خدا در او پامال میشه و منجی صدا امام زمان بلنده و تو سپیشی تیر شو و دغم شنشو یک مصیبت یک فسادی که دمنه معاشره است یک جوان را که بیراروی درو میگرنی ریه و درو انجام میده و تو در اونجا آواز بال نکنی و او جوان را در اون حالت نکنی و بیدی مثلا نیچ قدمی در بریزی اصلاح از او بال نکنی این صدای امام زمان در منجی بلند است بفهم لازم نیکه تو بشنوی
ای ثابت شده است. لذا اون صدا صدای امامم یک صدای اون امام حسین صدا را بلند کرده بود. برای امزو دین بود، امو دین بود، امو دین عالم است. امو فساد اون جم زیاد شده بود، امو فساد عالم زیاد میشه. تو وقتی امام حسین علیه السلام چرا قیام کرد؟ کدام استیج بود که قیام امام حسین را مجبور کرد که قیام کنه؟ کدام استیج بود؟ اون استیج وقتی که امام حسین علیه السلام احساس کرد که سنت رسول خدا در پامال میشه، سنت پیغمبر گرامی اسلام پامال میشه و جای سنت در بدعت ها میگیره. بدعت ها میگیره و چیزایی که من دین نیه به نام دین در مشهور میشه. در من از ما یاد ماشینی ممیت چیزانیا هزار و تر چیز را شاید اگر فکر کردم ما میمد نشاندهی میتریستم برایشم که مثلا هزار و تر چیز را مگفتم شما را که واقعا من دین نیم و من دین شرا ورده و اون چیزایی که من دین است اون ارموز ایلا کده مثلا یعنی بفهم بدعت هم ده جای سنت را گرفته سنت جای خورده ده ده بدعت از دیست از مو ده می استیج امام حسین علیه السلام مجبور شد که قیام کنه. شاید در زمان امام حسین مجتبی علیه السلام در این استیج نرسیده بود مثلا، یا شاید در خود طول زندگی خود امام حسین علیه السلام خود چند سال زندگی کرد که امزی حکومت ظالمانه امام حسین در شروع نکدی قیام را تا این استیج نرسیده بود. وقتی این استیج رسید دیگه امام حسین علیه السلام دید نموشه، دیگه راهی نیه تا ما این درخت دین را این درخت اسلام را تاکت خون خوابیاری نکنم دیگه بچاو نموشه. این فساد گرفته مثلا و فساد چی بود؟ فساد چینمی بود، یک حکومت غیر عادلانه. اینمی مسئله بدعت و سنت جای دو یک دیگه مثلا امر بالمعروف و نهی از منکر از من معاشره کوچ کدوی خی زایران پیش از چیده خو فلسفه خروج خورم امام حسین علیه السلام بیان کرد. الا ترون حق لا يعمل به، آیا نمی بینین که حق بلش عمل نموشه و المنکر لا يتناها عن ظاهرن دمی الفاظ است که مثلا آیا نمی بینین درو که حق را بلش کس عمل نمونه درو و منکر را کس درو شروط نمونه منکر درو انجام موشه کسی اج دغم شنیا دمی معاشر ازمو بسیار منکرات انجام موشه کسی اج دغم شنیا بورین توقی نمی تیم دمی شبی قدر دمی شبی با فضیلت چی قدر فضیلت دره چی قدر ارزی در ایشو اما بورین توخ کن چقدر جوان از مویتم ده قمار و ده فلان فلان کارای عجیب غریب که واقعا بعضی گناهرم نامش گرفتو مناسب نید من خانه خدای بلی منبر رسول آدم بیگرم مثلا مشغول نیان دمی شوی قدر مثلا چی کارها نموش واقعا این هست فسادها. بجای تو بیدار شب بیداری کو برای یک اعمال انجام ده دو شب بیداری مو شب برای گناه مونه. بعضی جوانا شب بیداری مونه نقین کو تا آخری شب را برای بعضی گناه ششتن تا صبر انجام میدنم گناه را برای از گناه بت تا صبر ششته شب بیداری مونه اما برای گناه مثلا اینی اموه دیگه بفهم سنتیه که باید تو شب بیداری کو برای عبادت اما بدعت همیه که تو شب بیداری کو برای چی یک گناه مثلا فرض کو اما هست مشدر و انجام موشه وقتی رنگ شونه جای جای قیامه جای جای موضوع کی نالی امام زمان بلند شونه کی هل من ناصر ننصر آیا است من ازی معاشره مردی گناه و فساد کی حکم خدا درو پامال مشه تمام خواریای ازمو منیش درو زایا مشه چادر امیز ما کی دده شد دزورا و بریز مقصد درو پامال مشه خونی مثلا علی اصغر اموی ریزه از ما کی ریخته شد درو خونی علی اصغر درو پامال مشه تقدس خون شد درو پامال مشه آیا است کسی کی مر کمک کنه و یاری کنه و نه پامال شده و چدر کد از ما یاری کنه مرا بلند صدا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف واقع و مو دای صدا باید لبیک بگی و لبیک اینین جمو ام دی جم جدی بری لبیک گفتو د صدای امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف یعنی امو صدا صدا امام حسین آی صدا امام زمان است. لذا ما میخواستم ایر بگم که امی صدای امام صادق که در زمان چی بس بلند بود امی حدیث بفهم امام زمان امی چه مشروب از یک جوان امی توقع داره از یک جوان از معاشره امیر میخوایا درو که امام زمان درو بفهم مده لست احب ان ارى الشاب منكم الا غاديا في حالين ما خوش ندرم که یک از جوان شمورا یک جوان شمورا از دو حال خارج ببینم از دو حال فارغ ببینم غیر از دو حالت دیگه دیگه کار مشغول ببینم خوش ندرم امام زمان درو مگا خوش نیم مرازی نیم از شما اگر جوان های شما غیر از دو حال دیگه دیگه چیز مشغول بشه الا غاديا في حالين اما عالما او متعلما یا عالم باید بشه تحصیل کرده باشه و باید دیگه کوچیز بیرسندنه توفیق داشته باشه مثلا
و اخلاص داشته باشه. اخلاص کی نباشه فایده نداره، هیچ چیز رسندوم که خلوص نباشه برای خدا نباشه، خط به سر زور رسندو هم مثلا که برای خدا نباشه مثلا، ٹھیک ہے شچ وست مثلا. یعنی ما خوش ندارم کہ یکو جوان جوان معاشرے مو عالم نباشه مثلا، یا عالم نباشه یا در عالمیه تابالی او استیج نرسیده یا او زمان نرسیده کہ عالم باشه، بس متعلم باید بس باشه. لست احب ان ارى الشاب منكم الا غاديا في حالين، ما خوش ندرم که بینگرنم جوان های شما را از دو حال خارج و فارغ. از کدام دو حال؟ اما عالما یا عالم او متعلما، یا متعلم طالب علم، یا عالم باید باشه یا بس متعلم باید باشه. از دو حال حق نداره یک جوان خارج باشه. ها جوانی تو اینا منافق کت جوانی، جوانی و کت شوق نداره. تو خین شما میتنین پیکنیک هم بورین اما از دو حالم خارج نباشین، میتنین کالای خوبم بوبشین اما از دو حالم خارج نباشین. منافق نداره که بس بگید مو دیگه بس تمامی شوقار الکنی تمام جوانی زیر پای کنی بس بوری پشت زی کار. نه میتنی هم جوانی خود جوانی جوانی خود برقرار بینی، هم شوقای خود پورا کنی، امی دو حال را اشی خارج نباشی. میتنی ندره نیا جوان ها دوستا از مونیا هست، خیلی دوستای ما هم جوانی خور منا پیکنیک خور مرن، هم دنبال علم است جوان است اون کچم شور مخر خدمت من اندرو میبینن سال های از مو کده زحمت های زنا بیشتر است، اجر زنا بیشتر است. هم ورن هم شوان یک دنش فون کد بیدی موتورسایکل کی مورایی افطاری کدو د دین مثلا یا د فلان جای دیگه مونن شوقای خورم پورا مونن، همه دنبال علم هم استن مورن اونجی دیگه جی اکیڈمی درن درس میخانن اینجی در درس گای مثلا فسک مختلف پروگرام درن بر دیسکشن های علمی خو دمی زوال یا و دیگه جوان های دوستایی که امدن از قوم فاز فضلای قوم استن خاندن امدن اونا دو دیگه استیج شی رسیدن که درو یک چیزی مردم را درو میدن مثلا فرض کو، اما پیکنیکم که چی قاتی مورا کالای خوبم که چی قاتی مبشا. آقای سید احمد تو کن یک گرد بلی کالای میبینین، هم صدری خوب مبشا، هم کالای صاف ستره مبشا، هم بوت خوب مبشا، هم موی خوب شانه مونا، هم ریش خوب خط زده دره، هر چیزی خوبه، هم خنده خوب دره، خنده شر خیلی دوست دره. هیچ چیزی کم نیا زد جوانی کی بیرون است از یا جوانی جوانی هیچ چیز کم نیا، یا خیلی دوستای دیگه مثلا هیچ چیزی کم نیا. او در دوستام مدره که هم متعلم یا هم عالم است، هم 3000 روپے کی موبایل دے جیب شیا ابو شوقی کی ایک جوان درا، هم متعلم او هم عالم هم ایک موٹر سائیکل خوب تے پائی شیا، هر شوق قرن پورا منا از دو عالم خارج نیا. ما می خیر بگم کی منافات ندره دو حالت کی، بس شما بگین کی امام گوت توقع از مو دره کی می خایا مثلا فرض کو تمام جوانی خود مو قربان از دورا خالی کنی باید. نه می تنی هم خوب چیزا بشی هم از دو حال خارج نشم جوانی کنو، می تنی کار را ونم پرک چگری گفتم نشان ددمون مثالای شرم برش میدم. اگر ایرنگ بس نکنی بس تو امام صادق یا امام زمان درو چی می چی مو گبز درو، فئن لم يفعل فرت، اگر ای کار را نکدین از دو حال خارج شدین، از دو حال خارج بوده دو جوان جوانا ازمو این مشو شو از ایرنگ چیز آیدی گفتم. امو شیخ عباس قمی کی اعمال را برشون بیان کده حساب کده عملای مخصوص و عملای مشترک و عملای برشون امو گفته بهترین عمل دی شب مذاکره علمیه دیسکشن علمیه. بس اگر فرض کنیم شو وقت چی ندرین حوصله شر فرض کو ندرین، کم سے کم اراده شر بس کنین اینی کار رم کی کن. ما گفتم شوی ازما شوی اراده شوی تبدیلیا شوی چن شدویا اهد کو کی ما وقت های کی امو وقت های خور کم سے کم امو وقت های خور کی پیش ما بل لوگو بازی کدو می ددم از بعد ما ایم شو اهد منم دی شوی قدر قران را بری سر کو گرفتہ اهد منم صدرکت نماز آره خانده اهد منم دعاهای مختلف را خانده اهد منم تسبیح های مختلف را انجام داده اهد منم تمامی عمل هایی که وارد شده اونا را انجام داده اهد منم که امو وقت هایی که کم سی کم در لبو ما شیر می دادم امور مور می کتاب را بال کده یکو دباری معرفت دینی یکو کتاب می خانم مثلا امو شیز حاصل موشا. گفتم اگه میشه او نبرده که کتاب کی بجای یکو عمل انجام داده کتاب بیخانی که امو ثواب را حاصل کنی تصمیم شیر بگر اراده شیر کنو اراده شیر کنو. اگر خدا اینا کرده خدا گایدمی دوران انشاءالله خدا جوانی شمردشی برکت بیده و طول بیده یکو چیزا شونه انسان یکو اتفاق بفته چون قضا یا مرگی قضا و قدر الهی معلوم نیه کهی بلی انسان چیه لاغو شونه و بلی انسان بایا و انسان دست انسان هم نی اختیارم ندر که انسان روک کنه امکان داره دمی دوران اگر یکو چیزا شدی بس نیت ششون داشته بوده امکان در امزی دنیا اگر بوری عالم از دنیا بوری عالم دین وزول با حدیث مدره من ماتا مثلا البته حدیث ما دمی ایمان آئے کسی که در راه تحصیل علم از دنیا بورا
مرگ شهید مرده و مثلا ثواب شهید را شیر میده ثواب شهید را ده چون تو تصمیم داشته بوده که دیگه یک چنگینته که بل لوها میده ده بوده معمولا امور درای معرفت علم از بات خرج کنی اراده کرده بوده مثلا اگر صبح خدا تو نصیب کرد و صبح شم طلوع شد خدا وند متعال یگوم رم تردد توفیق شم تردد بز امور اجرا کو عملی کو دیگه شبی تبدیل شد ویا لذا غری تر موگا نکدی از دو حال خارج بودی امام درو موگا فإلم یفعل فرتا اگر اتر کدی تو تفریط کدی تو کوتاهی کدی کوتاهی کدی تو نعمت جوانی خور ضایع کدی تو شب قدر ضایع کدی تو ماه مبارک رمضان ضایع کدی مثلا تو عبادت های که انجام دادی اونا تو فهم ضایع کدی اگر این کار نکدی فرتا فإن فرتا بس افراد کی کدی ضایع کی کدی بس تنی کی آزادی بس بور ضایع کدی خالی بس بور آزادی نه فإن فرتا ضیع اگر افراد کدی بفهم ضایع کدی ضایع از ضایع کننده ها خداوند متعال پرسان من نعمت را تو ضایع کدی بفهم یک نعمت را ضایع کدی نعمت کی ضایع کدی بس چی مشو ان ضیاع اسما وقت ضایع کدی گناہ کدی گناہ کدی گناہ انجام دادی و این اسما اگر گناه بس کده سکن النار جای تو آتش جهنم است بس جای تو آتش است مقام است تو من جهنم مقام تو من آتش من دوزخ است والذی بعث محمدا بالحق امام صادق قسم مخرا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام قسم مخر مگه قسم د زکسی کی محمد رب به حق مبعوث کده پیغمبری خود جان این د خدا درو قسم مخر کی جای تو بس نار است آتش مزاغ نیا قول امام صادق امام صادق قول قسم خورده درو تر قول میدای جوانی عزیز کی زی دوها لگا خارج بشی افراد کده افراد اگر کدی ضایع کده ضایع اگر کدی گناہ کده گناہ کدی جای تو آتش جهنم مزاغ نیا عبادت ها بس در نمخره ای شب قدر ها بس زکار خور او فایده ندره مثلا شوی تصمیم گیریا شوی اراده یا تو خکن شما اینج برای چی جمع شدین یک سوال مامون بگین جوانا برای چی جمع شدین برای عبادت انجام دادو دیگا برای عبادت انجام دادو جمع شدین ما این حدیث را برای شما میخوانم تو خکن فضیلت علم را منزل در بیان منا پیغمبر گرامی اسلام کدی ابو ذر فرمود کی یا ابا ذر ابو ذر غفاری را بسیار خوش دست پیغمبر گرامی اسلام یک صحابی عجیب و غریب بود در زمانی که تمام مشرک بود تمام بت پرست بود اسلام نماده بود این فکر مکد مرفت سالها روزا روزا مرفت دمو زمان که اسلام نماده بود پیغام اسلام داشت نرسیده بود بعد موحید بوده بی یکو مثلا فس کس شیر بگه کد فکر خو موحید بود از عقل خو استفاده مکد از عقل خو کار میگرفت موحید بود مرفت در جنگل ها میش فکر مکد مثلا ابو ذر غفاری اولین سلامی که تابال اسلام نماده بود و رسول خدا ری تم دید خالی شدید که کسی دنام رسول خدا مده و در او پیغام توحید را در او مردم را میده و از یک واحد در او گب میزنه از یک خدای وحد اولا شریف در او گب میزنه پیرار خور رایی که بره تحقیق که بر معلوم کم ده یک چنین کسی در مکه ماشینی دوم در باره چی رایی که چی را و تامو خبر رامات دازی گفت خود خود فوراً خود خود رسول خدا رسند و تابال اسلام را قبول بظاهر قبول نکده بود و پیغام اسلام حاصل نکده بود سلام داد پیغمبر اسلام را السلام علیک یا رسول الله اولین سلام را حضرت ابو ذر غفاری دا پیغمبر خدا دادک امی ابو ذر غفاری ام کنزی خیلی حدیثای مثلا خیلی وصیتا و نصیتا پیغمبر اسلام ابو ذر غفاری را کده این یک از وصیتایش بود ابو ذر غفاری را گفت یا ابا ذر پیغمبر گفت یا ابا ذر جلوس ساعت عند مذاکره العلم احب الى الله من قیام الف لیله یصلى فی کل لیله الف رکعه همو چیز که ما هم ده برش جمع شده همو چیز که ما دنبال شده باز وقت میگردی تو خکین مگا ای ابو ذر یک گنته ششتن و برداشت کدن و حوصله کدن برای مذاکره علمی دسکشن علمی یک گنته شی یک گنته دسکشن علمی احب الالله محبوبتر است محبوبتر است در پیش خداوند متعال من قیام الف لیلت از قیام و از شبیداری قیام یک هزار شو کده مثلا یک هزار شو کده این شام چیه؟ شب لیلت القدر من لیلت القدر خیر من الف من الف شهر مثلا یه البته یک هزار ماه را گفته این جده حدیث گفته از یک هزار شو که تو بال شده قیام کنی و عبادت تیر کنی و هر دمیز شو یک هزار رکعت بخانی از این کده محبوبتر در پیش خداوند متعال چیه یک گنته مذاکره علمی دسکشن علمی
یا ڈسکشن کو یا کتاب بگرین منے کو بیسکن یہ چری طرح مثلا فرض کو دلیل شیچیا فلسفے شیچیا یا خود مطالعہ کو ڈسکشن لازم نہیں خالی بات ڈسکس کرنی میں سمجھتا ہوں خود مطالعہ کو کہ معرفت تربال ببرا وزول بتوخ کن امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام چی مگا الکمال صلوات بے خان پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام مگا الکمال کل الکمال التفقه فی الدین کمال کہ بری امزو موم دے رہی دنیا کمال امو چیزی کی مو دا شیرہ سدنی بری امزو موم دے از بہشت بور شدی مو بری امزو کی دا زو کمال مو بیر سی بور درجی شد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بور دا امزو کمال خو بیر سا مثلا بری امزو چیزی کی مو بور درجی شدی از بہشت و امدی کی امو چیز رو واپس حاصل کرنی مو کمالا دا کمال رسیدو ایشاوی قدر ام دا کمال رسیدو یا بفام امدی کی دا کمال بیر سی کامل جنی سالم جنی کامل جنی مگا الکمال بلکہ کل الکمال امو کمال کی شما دنبال جستین امو کمال کی میخائین بلکہ کل ازو کمال ها التفقه فی الدین تفقه دین استا فهمیدن دین استا ڈسکشن دینی ہے کہ تو فاہم تو ربال ببرا بہترین کمال ها بلکہ افضل ترین کمال ها تفقه دین استا اما دا مجھے دیکھ مو کو تاہی منی مو دین را برے ثواب میگری دین را گرفتے دیندار استے برے ثواب یہ بھی سیار بد استا تو کن ثواب گفتم ثواب رغبت عمل به دین است مثلا ثواب ها صلوات بخن بر محمد والی طاهری صلی الله علی محمد و محمد و جل فصل مخرجم ان شاء الله کم گوایخ ما کوتا کن ما غای غلام علی ان شاء الله صدای دل سوز خو ان شاء الله شمر د فیض میرسند نو عملی قران بر سر گرفتور ان شاء الله انجام میدن خیلی زحمت شمر ندم خلاصه بخن ایک صلوات از زیاد مرف کی چن مرف اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج وسل مخرجا خلاصه مو چی دی گفتم د زندگی از مو منی دینداری از مو کم است چی معرفت دینی معرفت کی نہ بس بس فائدہ نہ درا تو کن حدیث پیغمبر گرام اسلام مگا من عمل على غیر علم کسی کی عمل انجام بیدا بغیر علم بغیر معرفت جاہلانہ کسی کی عمل انجام بیدا معرفت نہ دشتا بشا گو عمل انجام بیدا اما او عمل نشناختا بشا فضیلت از او عمل را نشناختا بشا اثر از او عمل را نشناختا بشا فائدی از او عمل را نشناختا بشا هدف از او عمل را نشناختا بشا هر عمل از خود خیگه هدف دارا مو هدف ها را طرف توجه ندره طرفی ثواب توجه میدی دعای کمیل رو میخانی طرفی اثر دعای کمیل توجه ندره که دعای کمیل چی میخواید در وزمو چی موگه که رزم درو یا ما منی دعای کمیل درو چی موگم و از خدا چی میخوایم طرف از دو خدر توجه ندره طرف ثواب دعای کمیل ما توجه زیاد درم که شب جمعه میس نشده که اون ثواب از گریم نارا همو در دعای ندبر ما یه میخوانم اما برای ثواب شی او چیزی که منی دعای ندبه بیان شده او احساس ذمہ داری که به عنوان یک منتظر تر درو مثلا میخواید دعای ندبه تر بیده یک احساس ذمہ داری و بیداری که به عنوان یک منتظر و ذمہ داری هایی که تر میخواید دعای ندبه بفامندنه طرف ازو توجه نیه اما توجه است طرف ثواب شی که منی دعای ندبه چقدر ثواب است پس یک تسبیح پس یک عبادت پس یک رکعت نماز پس یک دعا پس یک قرآن بلے سر گرفتو او هدف هایی که اشتا شده اونا را مو طرف چی توجه نتره دو مالی ثواب شست دیگه ماز قرآن بگرم مرزن اون ثواب شست دستیم نرا او ثواب ها یک بانه بود عزیزی من او ثواب ها یک بانه بری اگر انسان های نادان تو خو الحمدلله نادان نی تو نادان نبودی ایشو را نمیشنختی به اینجی نمی مادی او نا نادانن که در لبی روڑا در تڑاها ششتا تو خو دانای تو فامیده وقتی فامیده بس بیا یک فهمیدانه برخورد کو دنبالی حتی بشو دنبال ازو اثر بشو دنبال ازو تارگیت بشو دنبال ثواب و رغبت نبشو او برای انزو ننگ نادانا بود که خالی رغبت شدش کش کنا تو خود هم دی کش نکده تو ایک چیزی تو معرف با معرفت هم دی بس دنبال هدف شی بس بشو کیو از دیست تو نرا دی تر شوا لذا مثلا پیغمبر گرامی اسلام اگر من عمل على غیر علم ما یفسد اکثر مما یصلح مما یصلحو مگه کسی که عمل انجام بیده بغیر علم بغیر معرفت اگه عمل انجام بیده فساد دی بیشتر است از اصلاح شکده مثلا از اصلاح شکده فساد چی بیشتر تو عمل انجام میده که تو خدا نزدیک کنه چون به علم بوده به معرفت بوده امی عمل اولتا تو از خدا دور مونه نبونه میتر ندریم
سالای شما در زندگی خو نظر نیاز مونی ولتت خدا دورتر مش منش کینا بغض اداوات زید بازی خود نمایی چی چیزا منش نیا هر عیب منش پیدا مشا عبادت و ماتم مونی هر اذیت و آزار منش مثلا موجود است مثلا نماز می خانم که چی قاطی قاطی دلاداری است هر مجلس روزو مثلا شفت ماتم و ازاداری در خانه خود بپا مونم اما منش تیالداری است منش بغض است کینا است هر چیز است اما چیزی که تو نزدیک کنه باید دا لبید دا خدا و دا دین و دا قرآن و تو دا خود بشناسندنه و خدای تو دا بشناسندنه ولتا در تو دور مونه در وامو چیز ولتا سلب توفیق مونه واقعا اگر صحیح نباشه با معرفت نباشه قساوت قلبی ولتا بری تو میرا ولتا تو متنفر تر مونه از خدا دور تر مونه در حالی که باید تو نزدیک تر مکن ای چاری ترا چون که بی علم است بی معرفت است پیغمبر اسلام در او مگا کی عملی بغیر علم فساد چی از اصلاح شی کده از صلاح و اصلاح شی کده بیشتر است مثلا ولتا تر چی دور تر مونه لذا کم بیدار شون انشاءالله خصوصا جوان های عزیز گفتم اگر همشو واقعا ای علم از خدا بخواین معرفت از خدا بخواین دعا بهترین دعای شما مینا باشه البته اصلی دعای شما باید سربلندی اسلام و مسلمین باشه سرفرازی تشیع باید باشه ظهور و سلامتی و خوشنودی آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف باشه در زیبین شی اللهم صل علی محمد و علی محمد و قجل فرجه و سلم مخصوم در زیبین شی و در تحت یزو علم رم از خدا بخواین معرفت رحم از خدا بخواین دا اول گفتم حضرت ابراهیم پیغمبر خدایا علم لدنی دارا علم خدا دادی دارا خدا علم داده شیرا علم لدنی دارا علم خدا دادی دارا اما باوجود چی کرو چی مگا ربی حبلی حکما خدای امر حکمت عطا کو بازم تشنایا بازم درو می خایا بریم از مو شما فهمندو ی دیگه بری از مو شما ر یاد به دونه در مریات میدا که دعا می خای یعنی چیز را د دعای خو بخای ثواب را خدا میدا حاجت دنیوی تر خدا پورا منا تو علم را بخای تو حکمت را از خدا بخای وی شو بخای نس خدا اراده ش را شما بشا از مو اراده را شما کنین برکت چر خدا میده مثلا فرض کو گفتم کم سے کم اراده کن که صبح مو تایمای که بل رو دو میدادم ام تایمای کی د گیم زون میدادم ام فامال تو کی بعد کلی تایمای جم دم زینا تیر شونا اما ام فضول فضول تایمای کی واقعا الٹا شمورا از خدا از خود و از تمام دین تو از تمام چیزای تر بیگانه مونا ام تایمار ما مگم فقط وقف کن بر علم بر معرفت کی دین شما ما بات چنا دنیا شما ما بات چنا ای عمل ها و شب دریا و شب قدر های شما واقعا شب قدر بشه شب احیا شما واقعا احیا بشه شب قدر شب احیا است اما احیای بدن چین نه احیای دل دل تو باید زنده بشه دل تو باید شب بیداری کنه دل تو باید زنده شده خالی چیم زنده مندوش فایده نداره که خواب نکنی مثلا لذا توجه داشته باشین و علم را معرفت را از خدا بخین و اول العلم معرفت الجبار امام علی علیه الصلاه والسلام کا اولین علم معرفت خداوند متعال و معرفت شناخت جبار مو اصل مشکل از مو زیاد چی خدا را خوب نشناختی کوشش کن خدا را بشناسین خدا شناسی داشته باشین و دعاها یقین کو هدف و مقصد خود دعا هم خدا شناسی ها من دعاها کی تو یا الهی فلان الهی فلان یا من دعای معرفه انت الذی فلان انت الذی من دعای معرفه عرفه درو میخانی درو تو خدا را میخای بشناسندنا خدا را شناختی بس دیگه خود ته گناه ها انجام نمیدی خدا را وقت شناختی بل حاضر ناظر و تمام جلال و عظمت و جلال شرک شناختی قدرت شر شناختی نعمت هایی کی تر دادا شناختی شناختی کی رزاق خالق از مایا منعیم از مایا تمام ان بود ما از دست او از طرف زویا وجود مرد را عمر امیدا هر چیز از ما زویا ما خود ما زویا تم این دنیا تمام زویا دیگه خود درست میشه دیگه تمام کارات خود به خود درست میشه رابطه خود به خود که تمام چیا درست میشه یک صلوات بر محمد و آل محمد بخوانیم ما ای تمام پرچیای دعایی که مریض است مشکل داره بعضی واقعا حاجت های مختلف مثلا است مؤمنین مؤمنات در از مو تقاضا من مو خدا گوی چیز نداره ان شاء الله آقای غلام علی بعد از اینکه تمام قلب ها نرم شد و دل ها آماده شد و از چیمای تمام الحمدلله و دیده هایی که بر شد واقعا ان شاء الله بعد از او و دیده ها و بعد از او نرمی قلب و دل ما تقاضا درم که دعا را یک دفعه خنده برای تمام مؤمنین مؤمنات کسانی که التماس دعا کردن دعا کده که تاکی اثرم انشاءالله دشته باشه بر محمد و اهل بیت محمد صلوات الله اے شهید و اے حیدر کے پیارو تم کو زہرا دعا دے رہی ہے تم کو زہرا دعا دے رہی ہے
کو زہرا دعا دے رہی پہنچے جام شہادت تلک تم جام کوثر کے اب پینے والو تم کو زہرا دعا دے رہی ہے تم کو زہرا دعا دے رہی ہے داد دیتے ہیں شاہ